سلام دوستان، محمد هستم، با یک برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به افشاگری های جنجالی کتایون امیر ابراهیمی، بازیگر قدیمی قبل از انقلاب، در مورد بهروز وثوقی و صادق هدایت میپردازیم. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. کتایون امیر ابراهیمی هم در سینمای قبل از انقلاب درخشان بود و هم در سینمای بعد از انقلاب یکی از چهره‌های ماندگار محسوب میشه. کتایون امیر ابراهیمی در زمان جوانیش شباهت فراوانی به خانم الیزابت تیلور سوپر استار هالیوود داشت. ایشون مدتی فعالیت هنری نداره، اما کارنامه هنری ایشون قابل قبول و درخشانه. کتایون امیر ابراهیمی متولد 1318 در سنندج، بازیگر سینما و تلویزیونه. ایشون فارغ التحصیل دیپلم هنرستان فنی شاه‌آباد تهرانه که از سال 1342 با فیلم سینمایی کارش رو شروع کرده و حالا دو فرزند ساکن فرانسه و آمریکا داره. عده ایشون رو با شهپر امیر ابراهیمی، خواننده قدیمی رادیو که با نام هنری کتایون میخوند، اشتباه میگیرن. کتایون امیر ابراهیمی بازیگر زن پیشکسوت سینما و تلویزیون، مدتیه به خاطر بیماری سرطان در خونه است و مشغول استراحته. کتایون امیر ابراهیمی جزو نسل دوم بازیگران سینمای ایرانه که اوج دوران کاریش مصادف با شکلگیری و موج نوی سینمای ایران در اواخر دهه 40 بود و همگان با دیدن فیلم حسن کچل و بازی یک زن چشم سبز که چهره‌ای شبیه زنان اروپایی داشت از او تعریف کردند. چهره امیر ابراهیمی بسیار مناسب نقش چلگیس داستان حسن کچل بود و همین کاراکتر بود که او رو جاودانه ساخت. امیر ابراهیمی در کنار بزرگان اون روزگار، چه در جلو و چه در پشت دوربین، تجربه ها اندوخت. ناصر ملک مطیعی، محمد علی فردین، بهروز وثوقی، پرویز صیاد و داریوش مهرجویی از جمله همکاران امیر ابراهیمی در اون دوران بودند. مادر کتایون امیر ابراهیمی اصالتاً باکویی بوده و پدرش کارمند وزارت خارجه بود. پدرش هنگام سفر به باکو با مادرش آشنا شده و ازدواج کرده. مادرش بعد از سفر به ایران به دلیل تحصیلات دانشگاهی بالا به عنوان دبیر ورزش مشغول به کار شد. ایشون دو خواهر و سه برادر داره. ایشون گفته مادرم در شوروی تحصیل کرده و چون مدرک دانشگاه باکو در اون زمان معتبرتر از مدرک تحصیلی دانشگاه‌های ایران بود، پس از اینکه مادرم به ایران اومد به عنوان دبیر ورزش مشغول به کار شد. کتایون فرزند اول خانواده بود. دو خواهر و سه برادر داره. ایشون کودکیش رو در رشت گذروند. نوجوان بود که به تهران اومد. وی همچنین گفته زمان دبیرستان که مامانم معلم ورزشمون بود، من تو تمام مسابقات پینگ پونگ و والیبال شرکت می‌کردم و یه مدت هم در تیم فوتبال پسران مدرسه ارامنه بودم. همون ایام تحصیل در مقطع متوسطه توسط معلمش آقای وحدتی با عرصه بازیگری آشنا شد، اما در عین مخالفت پدرش اولین بار در تئاتر بر روی صحنه رفت. در 17 سالگی به عقد یکی از اقوام نزدیکش در اومد و صاحب دو دختر به نامهای نازی و نیلوفر شد. از کودکی عاشق بازیگری بود و در خانواده ای زندگی می کرد که با هنر بیگانه نبودن. شوهرمش کارگردان تئاتر بود و البته نسبت دوری هم با شهلا ریاحی و بهمن فرمانارا داره. در مورد چگونگی ورودش به دنیای هنر میگه: یادم نزدیک دبیرستانمون سالن تئاتری بود که اکثر هنرپیشه های اون زمان در این سالن نمایش اجرا میکردن. منم به واسطه شوهرمم که در تئاتر بود زیاد به اونجا میرفتم و از همونجا با صحنه تئاتر واقعی آشنا شدم. همسر ایشون تحصیل کرده سوئیس و نوه ناصرالدین شاه بود و کارخانه نان ماشینی داشته. امیر ابراهیمی از اواخر دهه 50 به بعد کمکارتر شد و بیشتر نظاره‌گر هنرنمایی همکارانش بود، تا اینکه بعد از نزدیک به دو دهه با سریال بدون شرح مهدی مظلومی بار دیگه به دنیای بازیگری برگشت و در ادامه هم در سریال کوچه عقاقی ها به کارگردانی رضا عطاران در نقش گلنسا در برابر منوچهر نوذری ایفای نقش کرد. از اون زمان تا به امروز امیر ابراهیمی کم و بیش بازیگری رو ادامه میده و البته حتی کوتاه‌ترین نقش ها رو نیز
به گونه‌ای خاطره‌ساز ایفا می‌کنه. ورود آقایان ممنوع، ارتباط خانوادگی، تهران در جستجوی زیبایی، زیر 8 و بازنده از جمله آثار کارنامه بازیگری امیر ابراهیمی در سالهای اخیرند. امیر ابراهیمی بازیگری که با ورود به دهه 70 زندگی همچنان وقار و زیباییش رو حفظ کرده و با روحیه خوب خاطرات دوران گذشتش رو ورق میزنه. او دو فرزند دختر داره که یکی ساکن فرانسه و دیگری ساکن آمریکاست. اما ستاره سینمای قبل از انقلاب کتایون امیر ابراهیمی ناگفته های قدیمی و جنجالی رو از 40 سال پیش رو کرده و این صحبت ها از این بازیگر باعث واکنش های بسیاری در فضای مجازی شد. کتایون امیر ابراهیمی در ویدیویی که در لایو اینستاگرام پخش شد گفت پدرم معتقد بود که محیط سینما مزخرفه. این بازیگر پیشکسوت سینما پس از 40 سال همکاری با عارف، بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، منوچهر وثوق، علی حاتمی و بیک ایمانوردی، نسبت فامیلی با صادق هدایت و ناگفته های حضورش در سینمای فیلم فارسی رو گفت. کتایون امیر ابراهیمی در گفتگوی جنجالی و بی‌پرده از حواشی حضور بازیگران زن در سینمای پیش از انقلاب، خاطراتش از ستارگان مرد و کارگردانان معروف اون سالهای سینما گفت و در بخشی از این حرفا در خصوص بهروز وثوقی که یکی از همبازیهاش در فیلمهای سینمایی بود صحبت کرد. اما این بازیگر قدیمی در خصوص رابطه فامیلیش با صادق هدایت گفته بود صادق هدایت از فامیلا و دوستای پدرم بودن و در گذشته با هم دختر بازی میکردن. صادق هدایت آدم خیلی بامزه بود و اون هیپنوتیزم میکرد خانوما رو و بهشون میگفت که فلان ساعت با پیرن خواب نازک بیایید دم در فلان جا. البته ایشون در مورد کارگردانهایی که پشت سر ایشون حرف زدن گفت من به کارگردانها گفتم هر کدوم که بخواید دنبال من حرف بزنید میام جلوی فامیلتون، زنتون و محیط کارتون، خشتکتون رو میکشم سرتون و از من بترسید. من یه ژن روسی دارم و روسها رو میدونید که خیلی آدمای قوی و پدرسوخته هستن. ایشون همچنین در مورد بهروز وثوقی حرفای زده و وی رو با لحنی غیر مؤدبانه صدا زده که به احترام بهروز وثوقی این بیان کتایون امیر ابراهیمی رو بیان نمی‌کنیم. اما خانم بازیگر گفته بهروز بچه خوبیه اما سرگردونه بیچاره. اون بین خانوما سرگردونه ولی افادهش خیلی زیاده و افاده داره زیاد و خودشو میگیره و فکر میکنه که مثلا آلندولنه. ولی بچه بدی نیست. من باهاش یکی دوتا فیلم بازی کردم و آخرش هم دعوامون شد با هم. ایشون همچنین در مورد زهرا امیر ابراهیمی گفته که من بارها بهش گفتم که وارد سینما نشو، اگر هم میشی با کسی عشق و عاشقی را ننداز، ولی گوش نکرد. سینما به اندازه کافی خودش کثیف هست و تو هم که توش عشق و عاشقی را بندازی دیگه وا ویلا. و اگر آدم خودشو ول کنه تو سینما همه میان روش سوار میشن. خب دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق اون دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اونم اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.